راه هم من تشبیهش میکنم به یک موجود زنده، یک در واقع پیکره ای که نیاز به رسیدگی داره. بحثی که در محور چالوس و هراز داریم علاوه بر فرسودگی و استهلاک، بحث اشباع شدن ظرفیت هم هست، به ویژه در چالوس. ببینید این جاده زمانی ساخته شده بود که تعداد ترددهای اون یک صدم، که به نظرم خیلی کمه بگم یک صدم، یک هزارم تردد امروز هم نبوده. رفته رفته به دلایل مختلف و جاذبیت‌هایی که داشته این مسیر و استان شمالی ما، میل و رغبت برای استفاده از این محور و از این جاده در واقع افزایش پیدا کرده. همزمان با افزایش این مؤلفه ها و این جاذبه ها، هیچ اتفاقی در بستر راه نیفتاده. درسته، خب به هر شکل حالا منطقه یک آزادراه تهران شمال افتتاح شد، ولی میبینیم که این آزادراه بعد از 32 کیلومتر میرسه به یک قیفی که باید وارد جاده قدیم بشه. حتی اگه قطعه دو هم را بیفته، باز قیف دوم در واقع در محدود زنگوله این اتفاق میفته و عملا باز میتونه اون در واقع تسهیلاتی رو که این دو قطعه یا این دو منطقه ایجاد میکند رو از بین ببره. ما همین شرایط رو مثلا در آزادراه قزوین رش داریم. تمام وقتی که مردم میتونن سیو کنن یا در واقع برای خودشون محفوظ کنند و نگه دارن در محدوده منجیل و رودبار، از بین میره. واقعا نمیشه به خاطر یک تعداد انگشت شمار کسانی که شاید به هر حال اقتصادشون یه ذره دوچاره و دستخوش التهاب بشه، ما بخوایم صدها و هزاران ترددی رو که ما در طول سال و در ایام خاص داریم اون را در واقع تحت شای اون قرار بدیم. به نظر میرسه الان یک عزم جدی وجود داره و به هر شکل به نظرم انشالله توی همین سال و تا پایان این سال به نظرم باید شاهد بهره برداری از اون 7-8 کیلومتر باقی مانده راه هم انشالله باشیم. پس راه ها نیاز به رسیدگی دارند برای اینکه راه هم در اثر مرور زمان و استفاده دچار استهلاک میشه و این موضوع به شدت مثلا در محورهای هراز چالوس هم دیده میشه، همچنان که در همه راه‌های دیگه کشور هم همین وضعیت وجود داره و ما نیاز داریم که به شکل مستمر رسیدگی بشه به وضعیت راه‌ها از حیث نگهداریشون و واقعا انتظار ما این است که بودجه کافی در اختیار سازمان راهداری امر و نقل جاده گذاشته بشه برای این موضوع. خودرو در همه دنیا بر اساس در واقع نظراتی که کارشناسان تصادف دارند، هم میتونه نقش پیشا وقوعی داشته باشه در ارتباط با جلوگیری از تصادف، هم میتونه نقش پسا وقوعی داشته باشه در ارتباط با حفظ جان سرنشینانش در صورت وقوع تصادف. خب سیستم های ایمنی که روی خودروها هست، که ما وقتی دیگه از ABS و نمیدونم کیسه هوا صحبت میکنیم، اینها دیگه واقعا جزء آپشن ها و امکاناتی است که دیگه خیلی قدیمی شده، خیلی قدیمیه. امروز دیگه دنیا داره میره به سمت اینکه اتومبیل های هوشمند و خودران تولید کنه. وقتی ما خودمون رو مقایسه میکنیم با تکنولوژی روز دنیا، میبینیم که فاصله ما با اونها کهکشانیه. آنچه که مورد تأسف هست اینه که خودروسازها هیچ وقت در واقع ایراد خودشون رو نپذیرفتند و از بابت این ایراد هیچ وقت از مردم عذرخواهی نکردند. همیشه حق به جانب گفتن ما بهترینیم.
اون چیزی که به نظرم مردم رو ناراحت میکنه همین مسائل هست. و الا مثلا اگر یه خودروساز بیاد بگه آقا مقدورات من همینه و من از بابت همه کاستی ها معذرت میخوام و به خاطر این کاستی مثلا این پوان و امتیاز رو هم در نظر میگیرم در خدمات پس از فروش، در نحوه واگذاری، در شرایط فروش، در هر چیز دیگه. و در هر حال هم اینطور که عرض کردم، خب خودروسازی ما فاصلش با استانداردهای روز دنیا واقعا کهکشانیه و به نظر میرسه که امتیازاتی که در طول این سالها داده شده به شکل انحصار و رانت، نتیجهش امروز داره خودشو نشون میده که به هر حال حیف و میل میلیاردها میلیارد سرمایه این کشور و تسهیل در تصادفات، افزایش جانباختگان و تحمیل هزینه های هنگفت به کشور از هر لحاظ. شما در دنیا دیگه نمیبینید ماشینی که 115 بسوزونه. شما همین یه دو تا چارتای ساده داشته باشید، اگر ما بیایم کل ماشینایی که داریم رو الان دارن تردد میکنن اینا همه رو بریزین دور، ماشین خوب کم مصرف خارجی بیاریم 103 104، اختلاف پول بنزینی که صرف جویی میشه در واقع بگن که کار کننه این دو خودروساز بزرگ شما برین تو خونه بشینید، ما از صرف جویی پول بنزین خلاصه حقوق شما رو میدیم. برای کشور خیلی مقرونه به صرفه تره. چرا؟ چون یکی از شروط شماره گذاری خودروهای وارداتی چیه؟ اسقاطه. از رد خارج شدن یک یا دو دستگاه یا سه دستگاه وسیله نقلیه با توجه به حجم و نمیدونم مشخصات فنی اون وسیله است. تو این چند ساله چرا اسقاط ما خوابید کلن؟ چون واردات کلن قطع شد. پس واردات علاوه بر این که یک تعداد خودروی با کیفیت رو تزریق میکنه، باعث از رد خارج شدن و اسقاط یه تعداد قابل توجه خودروهای فعلی هم میشه. پس دو سرسوده. خودروساز هم دیگه متوجه شدن که دیگه وقت اون رسیده که واقعا تغییر جدی بدن در شرایط کیفیت خودروهای خودشون. دیگه دوران این مسائل گذشته، یه کاپوتی رو جابجا کنن، یه چراغ خطی رو این ور اون ور کنن، اسمشو بذارن یه محصول جدید. باید پلتفرم کلن تغییر پیدا کنه، باید در واقع سامانه ها و سیستم های ایمنی رو ارتقا بدن، باید به هر شکل در مصرف سوخت و آلاینده ها تغییر جدی داده بشه، برای ایمنی سرنشینان در واقع استحکام اتاق و بدنه باید تغییر جدی پیدا کنه، باید همه بخش هایی که به هر شکل توی این سالها خیلی ضربه زده، دو تا ماشین به هم میخورن تقی به توقی آتیش میگیرن، خب این اصلا پذیرفته نیست. ما درصد حریق خودروها چه خود به خود علکی خود به خود چه درصد تصادف، آمارش خیلی بالاست. تصادفی که ما در لرستان داشتیم و 8 نفر متاسفانه جان خودشون را از دست دادن، جاده خرم‌آباد به نورآباد در همین ایام نوروز هر دو وسیله دچار حریق شدن و 8 نفر توی آتش سوختن، جزغاله شدن. کی میخواد جواب اینا رو بده؟ به هر حال ببینید، در همه دنیا این یه اصله، در همه دنیا خطای انسانی پذیرفته شده است. یعنی همه این رو پذیرفتند که انسان میتواند خطا داشته باشد. مجازات یک خطا مرگ نباید باشه. خطا پذیرفته شده، راه و خودرو باید قابلیت این رو داشته باشند که بتونن اون خطا رو جبران کنند. باید بتونن جبران کنند که این اتفاق متاسفانه امروز نمیفته.
یعنی هم بخشی از راه‌های ما این ایرادو داره که بخشنده نیست و پوشنده خطا نیست، و خودروی ما هم که دیگه اصلا در واقع دیگه اصلا نیاز به گفتن نیست.